در این اطلاعیه یادآوری شده بود که رهایی و اعاده حقوق زن به عنوان شرط ضروری رهایی مرد نقطه عزیمت یک جهش ایدئولوژیکی در درون مجاهدین است. این انقلاب ایدئولوژیک ظرفیت و توان انقلابی مجاهدین رو صدچندان نموده و صفوف پولادین ما را هرچه پاکیزه‌تر و یگانه‌تر می‌سازد. در سالهای بعد با عبور سرفرازانه مجاهدین از خطیرترین شرایط اهمیت و نقش این انقلاب درونی درخشید. روز 17 خرداد 1365 مسعود رجبی به دنبال توطئه‌های پنهان و آشکار رژیم خمینی و حامیان بین‌المللی‌اش که با استفاده از آلت دست‌های ایرانی خود علیه اقامت رهبری مقاومت در فرانسه به فعالیت پرداخته بود، پاریس را به مقصد عراق ترک کرد تا توطئه‌های دشمن را خونسا کرده و به الزامات مرحله جدید مبارزه علیه رژیم خمینی پاسخ گوید. در روز 30 خرداد سال 1366 رهبر مقاومت ایران طی پیامی تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران را با هدف برقراری صلح و آزادی در ایران اعلام کرد. این همان ارتشی بود که از دیرباز در صدر آرزوهای عموم وطن پرستان و آزادی خواهان ایران بود. ارتش آزادی بخش ملی ایران پس از انجام بیش از 100 رشته عملیات نظامی علیه نیروهای خمینی و کسب پیروزی‌های عظیم در عملیات آفتاب و چچراغ در تاریخ 3 مرداد سال 1367